خوروي کلوروي کوزويوي او نور ځوانونو نن بيدا هيله د شوال دي درس وي درس نه بغیر د بیا په کورو کې مصروف شي. جد بد اتهام بدن کار شروع کنیم دیگه هم کشورها بر ما جور نمی کند. بله تو خود ما دل نسوزانیم خود ما جور نمی. بله. هفت هشت در خانواده هستن تمامشان خوش هستن. ماشاءالله. بود که راه بند می شد نمیتونستی که موتر ببری وقتی که جوی دوام می آمد نمیتونست که مردم از جوی خود چیز او طرف سرک ببره. خدا سلام خدمت تمامی شما هموطنان عزیزم، امیدوارم که جور صحتمند و سر حال باشین. دوستان نهایت عزیز، امروز آمده ایم به ساحه بودخاک کی منطقه در شمول ساحه بگرام گفته میشه، بگرامی گفته میشه و سرک ساخته میشه. از سرک عمومی گرفته تا او طرف دقیق نمیفهم که این سرک از کجا شروع شد تا کجا شروع شده و نگفتن هم که خود این منطقه به نام منطقه قلعه موسن یاد میشه. از عرض و طول و یش هیچ معلومات درست ندارم، از خود انجینیر سایی صحبت می داشته باشم امرو دباره این سرک نگفته نمانه که با وجود که این سرک ساخته میشه جوهای همچنان دیج ساخته میشه. ببینیم که دیگه کدوم پلان ها است که دیج ساحه گرفته میشه. از خود انجینیر سایی صحبت هاش می داشته باشم معلومات میگیریم دباره ساخت این سرک، ببینیم که از چی وقت کارش آغاز کردن، آیا مربوط شوروالی کابل میشه و یا که با کدام شرکت شخصی واگذار شده، از خود انجینیر سایی پرسان میکنم. اگر شما همچنان دوست دارین که بینده این برنامه باشین پس تا آخرین لحظات مرا همراه باشین. نام خدا در گفته هم به نهایت زیاد است، بین مرا تعقیب کنین. بله سایت لر ادامه برنامه است، یکی از انجینیرهای دیگر همچنان کنار مستاد اصلا میخواییم معلومات داشته باشم دیگر افته هم مستقیم چشم ماست زیادتر در چشم ما میخورم. خب خیلی در ترتیب شمرای انجینیر سی صحبت هایی میداشته باشم. اسم من انجینیر محبلا قانونخوا، مسئول سیفتی در پروژه قلعه موسن ولسوالی بگرامی. بسیار خوب انجینیر سی، از مسئولیت خود بر ما بگید، شما کدام مسئولیت دارید؟ خب ما مسئولیت ما سیفتی است، هلت اند سیفتی یک بخشی از انجینری است. بله دیگه او ای است که تمام وسایل و تجهیزاتی که اشخاص استفاده میکنه در ساحه کار او را همو سیفتی میگن. بله بله دیگه یا پی پی ای میگن دیگه، عبارت از همی کلا و واسکت و بوت و عینک و دستکش بینی چیزا هست. انجینیر صاحب یک چیز خوب اشاره کردین، میشه بر ما بگویی که پوشیدن یونیفرم در ساحه کاری چقدر خوب است؟ خب این یکی از ضروریت های پروژه است و اگر نباشه این وسایل و مثلا یک حادثه پیش میاد. بله بله اگر این وسایل باشه زیادتر وقت از حادثه جلوگیری میشه، یا اگر حادثه هم میاد به فیصدی کم مثلا کسی مجروم میشه یا حتی بیخی نمیشه، اما شدت زخمی شدنش هم میگیرن. مثلا کلا است، یک ضربه سرش وارد میشه اما شدت ضربه را میگیره و برای شخص کدام صدمه نمیرسه. اما بوت است، مثلا بوت باید بپوشی به خاطر که اگر مثلا سنگکاری میکنی سنگ سرش میفته و بود محافظت میکنه از پای که پای زخمی نشه. انجینیر صاحب از کارمندا بر ما بگوین، تمام کارمندا که دیسا ها کار میکنه مربوط باشنده محل است یا مربوط شهرواله یا مربوط شرکت میشه؟ خب کارمندا یا یک خو انجینرا است که او نظر به شرکت که اینجا توظیف میکنه او است، یکی کارگرا است. کارگرا قانون عمومی است، یونف قانون نفتی است که کارگرا از همی خود محل باید باشه. بله یک باید که کارم شوه برای مردم یک چیزی ساخته شوه، مثلا سرک یک چیزی و هم در ضمنش یک ماش یک آید برای از یا باشه دیگه. مو میگن میگه هم ثواب هم خورما.
به نظر شما چقدر زمینی کار مساعد میسازد چنین پروژه های؟ چقدر هموطنای ما رفتنشان به کشورهای خارج کاهش میافه؟ خب این پروژه ها که طور که ما معلومات داریم تقریبا در حدود 200 پروژه یونفت است در شهر کابل که تطبیق میشه، در حال تطبیق شدن است. دیگه در هر پروژه در حدود 1.5 الی 2 نفر در او وظیفه دارند، کار میکنند، معاش میگیرند. یعنی این بسیار یک چیز یعنی اعلاتر است برای مردم که هم برش یک چیزی ساخته میشه و هم برای آنها یک عاید میشه، یک چند روپه یا بدست میارند. از همکاری هموطنان ما بگو، همکاریشون چقدر است با شما؟ آیا همکار هستند؟ همکاری محل بالخصوص همکاری وکیل صاحب گذر که است و اینا بسیار زیاد است و وقتش یعنی بسیار قدیما همکاری میکنند. یعنی به همتر در وسایل، حفظ وسایل و در حفظ در همکاری مرکت انجینر صاحبا که همکاری میکنند. بله. همیشان بسیار یعنی قدیما بسیار همکار هستند همین مردم محل. خب اگر در آخر کدام پیام داشته باشین کمری ما در خدمت شما. خب پیام ما خواهد همیشه میگیم و تکراری هم است. خب الحمدلله امنیت است در تمام افغانستان میره، یعنی شکرگزار باشیم باید دو که در هیچ ولایت افغانستان جنگ نیست. دیگه بگیریم مردم دست به دست هم بتن کار شروع کنیم، دیگه کشورها بر ما جور نمی کند. بله، تا که خود ما دل نسوزانیم خود ما جور نکنیم. دیگه همین پیام ما بود. بسیار زیاد تشکر انجینر صاحب کمره ما صحبت کردید. شکر که شما هستید که افغانستان سرطان آباد است. انشاءالله خو ما خو تعهد کردیم که انشاءالله جور میکنیم، خارج نمیریم، همین جا کار میکنیم، وطن خود جور میکنیم. بشک بسیار کار میکرد جبه. سلام از این دوشی جهار سپاس. سلام از این دوشی. بله زیدل گفتنی های از یکی از انجینر ها بود که صاحب البته ما داشتیم. نگفتن اما نه که کارمندان ایسا همچون از باشنده های محل می باشه. به این مرد تخیب کنیم میرم به طرف هموطن های ممروش صحبت های می داشته باشم. بله زایدل در ادامه برنامه هستیم و خوشبختانه انجینیر صاحب کنار استاد هستن. می خواهیم ممروش صحبت های داشته باشم درباره این سرک و معلومات بگیریم که کار خودان از چی وقت آغاز کردن، مربوط کدام شرکت میشه. سلام علیکم انجینیر صاحب. خوب هستی؟ صحتمند. شکر که شما خوب هستی. میشه در نخست خودم معرفی کنین هموطنان ما بشناسید؟ بله اسم عبدالقادر است، هیتن انجینیر شرکت یونابس است. بسیار خوب، یعنی مربوط به شرکت یونابس میشه. یونابس است، مسی خارجی است. بسیار خوب، نام خدا دیگه شرکت یونابس خوب نام خدا فعالیت داره در هر جای میبینیم دیگه، یک شاخه ایش است. فعالیت زیاد است دیگه. انجینر صاحب از این سرک بر ما معلومات بدین، دقیقاً از کدام ساحه شروع شد تا کدام؟ این سرک چی شروع شد؟ سرک عمومی 1 کیلومتر است. بسیار خوب. امروز تا بالا رفته 1000 متر است. تا بالا رفته. دور کده. و از عرضش بر ما بگوین؟ 5 متر است. 5 متر است. نام خدا. با وجودی که امروز چه سرک ساخته میشه، کدام چیزها پلان گرفته شده که دیجا ساخته شده؟ مانند آبروها، جویها، گلدانها است؟ بله، جوی نه چیز نیست، گلدان نیست، فقط پلچکاست. بله. جور میکنیم که جویا است. که جویا است. سرک از بس. نام خدا ماشاءالله. از کارمندان ایسا بر ما بگوین. آیا تماما مربوط شاروالی کابل میشه یا مربوط خود شرکت دار میشه یا باشنده های محل است؟ نه نه، باشنده های منطقه است. ماشاءالله. کل جایی منطقه است. دیگه جای دیگه بیرینه نیست. بسیار خوب. در حدود چند نفر از کارمندا هستن؟ فعلا 120 نفر کارگر. نام خدا ماشاءالله. فعلا است. فعلا. آیا در آینده تصمیم هم دارین که بیشتر کنین کارمندا؟ آره، تصمیم داریم زیاد کارگر کنیم. بسیار خوب. از کارمندای خانما بگوین، آیا خانما همچنان هستن به طور کار میکنن یا فعلا نیستن؟ فعلا نیست دیگه. فعلا. اما در آینده تصمیم دارین؟ تصمیم داریم در آینده خانما رو. بسیار خوب. نام خدا. دیگه پروژه که داشتیم چند جای دیگه در اونجا خانما رو گرفتیم. دیگه فعلا نه واسه تو چی شب بود. خب بس این بار ما بگوین کار تو چی به آغاز کردیم؟ کار ما 3 هفته شده. 3 هفته شده. نام خدا ده 3 هفته دیگه اینا خلاص کردیم، کار تو سر جریان داره. بلی. از پلان های بدیتون بگوین. بجز از اینکه بخایسه ما بعد کیجا رو خلاص کردیم، دیگه کجا پلان دارین که؟ دیگه پلان از ده پغمان است. ده پغمان است. کجا رسید؟ بسیار خوب. موفق سربلند باشین انجینیر صاحب. تشکر از اینکه امروز ما صحبت کردین. جهان سپاس. سلامت باشین. بله زدیل قسم شما مشاهده میکنید در این ساحه کار به سرعت جریان داره و این ساحه ساحه پرخاک تمام منطقه به نام بکابی یاد میشه و تصمیم گرفتن که یک سرک در حدود 1 کیلومتری در
چه سرک بسازن. از زای دل در ادامه برنامه سی و خوشبختانم وکیل این منطقه را پیدا کرده. میخوام امروز صحبت های داشته باشم در باره ساخت این سرک و پرسان کنم که این منطقه دیگه چی مشکلات های داره با وجود که مشکلات سرک بود که امروز بخیر حل شد با همکاری وکیل سی دیگه کدوم مشکلات هست که بخیر اونا باید همچنان رسیدگی صورت بگیره. بسم الله نظیر دولتزه وکیل گزار 11 نهی 22. بسیار خوب. وکیل صاحب، از ساخت سرک بر ما بگوید. چقدر باشنده این محل امروز خوشحال است که سرک برشان ساخته میشه؟ ساخت از این سرک خوب باشنده ما بسیار خوش هستند که تقریبا در 22 سال جمهوریت و امارات تانوز در این ساحیت پروژه که تانوز در ایجا در چشم دیدن نشد. تب و تلاش ما بودن که یک پروژه یا نفس در ایجا کش کردیم. و در اینجا در حدودی که سر از این سرک عبور میکند 7-8 هزار خانواده هستند تمامشان خوش هستند. ماشاءالله. یعنی تمام کارمندان از همیست خود باشنده محل گرفته شده. بله بله. تمام کارمند از این پروژه از صحیح گذاری از دستان. بسیار خوب. وقتی صد میشه بر ما بگوین که چرا در گذشته ها شما کوشش نکردین یا وکیل نبودین چی تو؟ گذشته ها در اینجا ما ویسا پیدا داشتیم خداوند اونها را رحمتشان کنه. تب و تلاشی نکرده و کم بیتوجهی دولت و کم بیتوجهی کلانه ما همیتو به مکتب و به کلینیک و به سرک مانده بودیم. بله دقیقا. فعلاً که مسئولیت به دوش ماست. انشاءالله کارای مکتب هم نزدیک کردیم که در وقتای نزدیک شاهد افتتاح مکتب خواهد بودیم و سرک همین ماشاءالله شما خودتان میبینید. عملا شروع هستم. وکیل صاحب، از مشکلات منطقه بر ما قصه کنین بگوید. در گذشته چی مشکلات ها داشت و فعلا کدام مشکلات ها مونده که باید برش رسیدگی صورت بگیره؟ گذشته هم ما مشکلات زیاد داشته محل هم داریم. مثلا یک همی سرکی که فعلا کار جریان داره یا با ما کفایت نمیکنه. در اینجا کوچه های ما که تمامشان شما در اینجا در فصل زمستان و در این وقتا بیاین گل و لای هستن تمامشان. ترتیب یا مکتب که برتان بیشتر گفتم یا کلینیکی معیاری نداریم در اینجا، هیچ کلینیکی نداریم. البته در این ساحه نهی 22 بیخی کلینیکی که دولتی باشد نداریم. از اینجا که ما مریض خود تا با شفاخانه احمد شاه بابا یا طرف شهر انتقال میتیم مریض از دست میتیم. دیگه مشکلات های زیاد از خداوند با همکاری شما حل خواهد شد. شکر که شما هستین که افغانستان منطقه ها هموطن های مراحت هستن. از این پروژه بر ما بگوین کار خودان چی وقت آغاز کرد؟ چطور آغاز کردن؟ آیا شما رفتین گفتین یا خود امی شرکت یونفس شاروالی آمدن اینجا رفت؟ ایتو هستن که در اینجا در بناهی 22 تمام 11 پروژه آمده بودن، ببخشین 13 پروژه. بله بله. گذار در حدود 28 گذار در ناهی 22 داریم که 13 پروژه بود. در 13 پروژه دیگه یک ذره چالاکی کردیم، یک پروژه شایی طرف کش کردیم. مشکلات ها بود دیگه، این پروژه اول هستن. انشاءالله بخیر مشکلات هایتون حل شد. واقعا امی که من در این ساحه آمدم گفتم که 100% در این ساحه مشکلات ها هستن. اما بازم خوب است که در بعض جاهایی که مشکلات ها وجود داره مثل شما و افراد باشه که کوشش کنن، تلاش کنن برای هموطنهای ما سهولت را ایجاد کنن. پیامتون اگه داشته باشین پیام در آخر بفرمایید. پیام ما با رهبری امارات اسلامی و با تمام هموطنان ما هستن که وطن خود نبانه، بیایی که وطن خود بسازیم. دمی وطن پیدایش ما شده، دمی وطن خاک میشیم، دیگه دمی جا باشیم و با هموطنان خود باشیم، خدمت با هموطنان خود کنیم، از امرای مردم خود باشیم. تشکر. زنده باشیم. سلامت زنده باشیم. زنده باشیم. سلامت باشیم. بله زای دل گفتنی های از وکیل صاحب بود که درباره مشکلات های منطقه شان پرسان که اینکه واقعا مشکلات داشتنک و فعلا همچنان مشکلات ها در این ساحه وجود داره. بله زای دل، چقدر خوب است که هموطنان که باشنده این محل هستن در کار شامل شده. اینم زمینه کار مسای ساختن برای هموطنان ما، اینم زمینه کار مسای جده که جوان ها بیان کار کنن. همینجایی که جوان ها هستن کار میکنن. ببینیم صحبت های داشته باشیم، ببینیم که در گذشته چی کار میکردن. سلام علیکم بیادر. و علیکم سلام. خوب هستی؟ خجوره. شکر. سلامت باشی. نامت بگو بر هموطنان. نامی حمیدالله. حمیدالله جان. حمیدالله جان، اینجا مصروف چی کار استی؟ کدام کار را انجام میتی؟ خب ما خو اول چی وقت پلا و زخ پلا تعلیم میکرد دولسم نفاره غیم، بیا پیلان خو مونگ دی پانتون چی و بیا پا دی جدی پا میاش که شروع کیگی پانتون
او مې غوښته چې په دې سره کې لږ مصروف شم یوه میاشت کار وکړم. دا ډېره ښه زمینه او بیا وکیل د ګزار چې و زموږ نومونه یې نوشته کړه او بیا دغسې ځوانان نور و سپین ګیرې ځوانان شروغلو مو یوه میاشت به دلته کار وکړو او د بغیر د کار نه بیا یوه میاشت بیا پوهنتون بیا بیا بعد شروع کېږي پوهنتون نه ماشاءالله نام خدا که باوجود که درس میخونه باز کار هم میکنه دی ساحه کدام کار را انجام میدی خودت؟ والله زه خپله چې کله اور یا لاشم اول لیول کم د انجینرانو ساحه هغه کم لیول سیخوم او بعد لیول که کوم کار میخلو شي د سیخانو بیا راځم دلته د اوبه ورکوم د سرک ته داینده میخوای کی چی شوی؟ زه غواړم په آینده کې چې یو ژورنالیزم د ځون نه جوړ کړم. ژورنالیزم د ځون نه جوړ کړم او غواړم چې د پاتې ژوند مې ټول په درس کې تیر شي او ډېره مینه ورسره لرم او غواړم چې کار وکړم مخې ته آینده ته وطن ته خدمت وکړم. شکر که هستی که به وطنت خدمت میکړي. وطن برای خودت نیاز داره، بر مثل خود جوانا. در گذشته کار میکردی یا تنها درس میخواندی؟ والا تنها میدیده نمخ که درسونه ویل او چی کلا وکیل گذار دیمی میشتی دی پار دل تغیر کرو مونگ په دې ځای کې مصروف کړو نو مې غوښته چې یوه میاشت به دلته کار وکړم د دې نه بعد به بیا زه غواړم چې درسونه مې مخې ته یسم خو ښه دی لږ د مصروفیت به وشي او لږ به مصروف شو. چقدر خوش هستی که بر خودت زمینه کار مساله شد با وجود که درس میخوانی امروز کار را میکنی در پولیس؟ والا غواړو چې مونږ سه په آینده کې درس وایه یو خو درس سره په څنګ کې مونږ غواړو چې یو کار هم وکړو هغه داسې یو کورو چې مونږ ته ګټه ورسوي او بعد له پوهنتونه وشي او پوهنتون نه بعد درس ویلی شي هغه وشي کار وشي. بسیار زیاد تشکر هستی که همه صحبت کردی. اگر تر آخر کدام پیام برای جوانای مثل خودت داری بفرما بگم. بس خیر اوسې والا او شپه ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې او درس دی وایې که خور وي که لور وي که زوی وي او نور ځوانانو نه مې دا هیله ده چې اول د درس وایې درس نه بغیر د بیا په کورو کې مصروف شي ځکه د افغانانو چې دي کورونه کم دي نشته کار روزګار نشته او دې نه بعد ورته غواړو چې کار وکړي. ماشاءالله افتخار میکنم به خودت که امروز در وطن هستی. یک بچه تحصیل کرده درس میخونه با وجود که درس میخونه امروز کار میکنه. بس خیر شو زه خپله خوشحالی هم چې کارم وکړم والا بېکاره او بېکاري اوس مصروف شو خیر دې اوسي والا شه وکیل ګزار چې و مونږ یې ولیکلو او شو اوس د دې نه بغیر کار وکړو بیا هغې نه بعد پوهنتون شروع کړو. تشکر هستی که مننه. بله سیدل یک جوانای ما بود که حرفای خدا نگفتن و نگفتن امانه که بسیار یک جوان موفق بودن که با وجود که درس میخونن امروز آمدن در ایسا حکار میکنن مصرفیت بر خود ایجاد کردن. بیننده برنامه ما باشین میره پیش یکی از باشندای محل امروش صحبت های داشته باشه و مشکلات ایسا هر پرسان کنید در گذشته چقدر مشکلات داشتن ای که سرک وجود نداشت. بله زای دل قسمی که شما مشاهده میکنین باشنده این محل از این کار بسیار به نهایت خوش هستن و میخوان امروی ما صحبت های داشته باشن. ما میخوایم امروی شون صحبت های داشته باشن ازشان پرسان کنم چقدر امروز خوش هستن که سرکشان پخته میشه و منطقه شون آباد میشه. بسیار خوش هستیم. اینمی جخانه ما هسته وقت اینمی سرک جور نبوده او بوده د ایجا مثلا قومي او بعد مردم نمیتونست که بگردن اوس الحمدلله امارات این کار پیش میبره. بسیار خوش هستیم ازشون. بسیار خوب. میشه بر ما بگویی که با چنین پروژه های چقدر زمینی کار مساعد میشه؟ چقدر هموطنای ما شامل کار میشه در ایجا؟ در ایجا تو گپ است که بسیار از مردم بوده که در خانه بیکار بوده نمیتونست کار کنه. بله. معتاد میشد دیگه جا میرفت دیگه کشورا میرفت حالی الحمدلله از منطقه ما کلشان اینمی جا کار میکنه که از اینمی منطقه است تا هر منطقه اینمی تو کارا شروع شده الحمدلله که اسلامی امارات کار زمینهش بر مساعد کرده. در گذشته که چنین سرک وجود نداشت چقدر بر شما مشکل بود که شما از این ساحه میرفتین بالخصوص در زمستان چقدر مشکلات تایتون بر ما بگید؟ یک مشکل بود که راه بند میشد نمیتونستی که موتر ببری وقتی که جوی دوام می آمد نمیتونست که مردم از جوی خود چیز او طرف سرک ببرن. آره الحمدلله خودت میبینی که نمیجا جوی کنده میشه به خاطر او آره سرک خوش هستیم که سرک جور میشه. ما خوش هستیم که امارت اسلامی موتو پروژه زیادم اختیار کنه بسیار خوش میشه مردم. بسیار خوب. پیام داشته باشی برای هموطنای ما از طریق کمری ما میشه بگویی؟ اینمی پیام به مردم و ملت افغانستان میگم که الحمدلله اسلامی امارت اینمی رقم پروژه را جور کرده چوکا سرکا کوچا پارک ها کلش جور میکنه
کل تان دا وطن به نمیجه وطن خود جور کنه اگه وطن خود خودتان جور نکنه کسی دیگران بر جور نمیکنه الحمدلله که ما و شما خود ما وطن جور کنیم لله الحمد که نمیجه کل وطن دارا نمیجه کار میکنه ما چند تایش میشناسیم تقریبا 10 تایش میشناسیم که از نمی منطقه سر کار شده نمیجه بسیار خوش هست چقدر عالی چقدر خوب که هم خرماس هم ثواب هم دیج ترکشان پخته میشه منطقه شون آباد میشه و هم یک لقمه روزی حلال پیدا میکنه بله از دل در ادامه برنامه است و قسمی بیشتر بر شما گفتم یکی از باشندهای محله کنار مستاد هستن میخوام امروز صحبت های داشته باشم سلام علیکم حاجی صاحب سلام خواهر جان خوب هستی بخیر جان جو خوب هستی بخیر اسم ما بسم الله کریمی باشنده جواب فعلا قلعه موسم 15 سال میشه همیشه بود باش میگم نام خدا 15 سال میشه یگان بستی دیگه اینجا حاجی صاحب بله 15 سال میشه که میشه بله از نبود این که سرک نبود چقدر بر شما مشکل بود بسات تک تک جو ده بسات تک تک فاز خود سرک زیر کار زیر جو کردن کار از حسن ان شاء الله بخیر دیگه مشکلاتتون رفع میشه بله بله وقت سه بار میشه بخیر یک سوهی نسبتا دور از شهر است فکر کنیم بله بله دور از شهر دور از شهر است مشکلاتتون بر ما بگویید مشکلات پیش مشکلات بود این موتر نبود وسایل رفت آمد و فاز خو سرک جور هر چه مشکلات ما آرام شد شده بسیار خوب شد به نظر خود چقدر برای هموطنای ما زمینه کار ایجاد میکنه صاحب تقریبا 2300 نفر جو کار میگه قلعه موسم ما بود با شجاع میکنه از دغه جام کل مردم بر کار میاد بر کار غریب میاد واقعا یک شهکار شده که امروز هم در افغانستان ما این نام خدا زمینه می خودش که زمینه کار مسایده خدا صاحب کل کار صاحب کل کار مختص کار همه یگان جوانای ما بسیار شکایت میکنه از کار بسیار شکایت میکنه ما هموطنای ما که بیشتر میره کشور ایران خارج میره ایران میره پاکستان میره خود چی گفتنی داره هیچ باید دوباره اینجا کار کنه بی کار غریبی کنه وظیفه شه و افغانستان سم باید زندگی کنه می چی میکنه کجا برا کجا کار بار وظیفه پس میکشه پس برین آسان میشه بر ما بگوی که خودت نام خدا دیگه این تجربه دار هستی چرا در گذشته ها یک قسم کار نشده بود چرا در گذشته ها سرک جور نشده بود حالا بسیم معلوم نیده و وقتی دیگه دولت دیگه سابق بود کار نمیکنه وقت کار نمی کنه فضل امارات آباد خود شه در کار است کلی در کار است بسیار زیاد تشکر از این کمره ما صحبت کردی سلامت زنده باشه خربان دا بله دوستان از گفتنی های یکی از هموطن های ما بودن که همیجه باشده و حل بودن و گفتن که در گذشته ما بسیار به نهایت در اینچه مشکلات داشتیم اینکه سرک وجود نداشت ما که از خانه اگر میخواستیم جای بریم بسیار وقت در بر میگرفت تا در سرک عمومی برسیم مسیج به جای دیگه بریم بله سوی در قسمت شما مشاهده میکنی ساحه ساحه دور است شهر است و تمام جاهایی را که میبینی نک البته خانه ها کمتر هستند و در اینجا بس از هموطنهای ما که بود و باش دارن سکونت فعلی دارن یک سره با مشکلات مواجه هستند بالخصوص همین مشکلاتی که نبود سرک هستند خوشبختانه این مشکلاتشان همشان خورده شد انشاءالله به حیث به مشکلات دیگه ای که همچنان اینا دارن به رسیدگی صورت بگیره و ما هم خواستم بیاییم از این کار خیر نیک شاروالای کابل بر شما تصویر داشته باشم که این سرک از امو سرک رو میگرفته تو سرک هایی که او طرفتر است ما زیادتر بلد نیستم البته ساخته میشه و امو ارزش نگفته نمانه که 3 متر میباشه و جوی همچنان جوی و آبروها زیر نظر گرفته شده قسمی که میبینه دیگه در اینجا امو سمت و ریگ و بعض از چیزای دیگه در اینجا ساخته میشه تا بخی امی سرک به قیریزی آماده شد و قیریزی شد و کانکریت شد شما بیننده برنامه ما باشین یک ذر سر صدا زیادتر است ما هم زیادتر صدای ما بلند میکنیم تا صدای ما بیشتر بر شما داشته باشین صدای ما را ما را تعقیب کنین میریم به طرف هموطن ما کمیجا مصروف کنیم بله ازای دل اینم سرک قلای موسم میگن که مربوط به بودخاک بگرامی میشه و ما خواستم بیایم از این پروژه بر شما برنامه داشته باشم ویدیو داشته باشم که واقعا این ساحت دور از شهر است بسیار از مشکلات های در این منطقه وجود داشت که انشاءالله بخیر یک مشکلش که همین سرک بود که این مشکلشان بخیر رفع شد و بس از مشکلات های مانند نبودن مکتب و نبودن کلینیک و شفاخانه ها در این ساحه وجود داره که انشاءالله بخیر اونا همچنان روز به روز به مشکلاتشان رسیدگی خواهد شد این بود برنامه ما خدا کنه مورد دید علاقه شما قرار گرفته باشه از شما تقاضا میکنیم با برنامه های چینل تو وطندار پلاس باشین برنامه ما را لایک کنین سابسکرایب کنین و نظریات نیک خدا بفرستین تا برنامه بعدی که سمیه سمی با یکی دیگر از برنامه های جالب و جذاب در خدمت شما قرار میگیره شما را به خدا یکتا میسپاره خدا نگهدار شما